داشتن یه برنامه ثابت و ساده صبحگاهی اثر حیرت انگیزی داره بر اینکه در طول روز کارا چطور پیش میره. تا زمانی که چنین برنامه‌ای نداشتین، تصورش براتون سخته که چقدر تاثیر داره. مشکل اینجاست که تا اسم روتین صبحگاهی میاد، پیشنهادهای عجیب و غریب شروع میشه. اسموتی بلوبری و چای سبز و عسل مورچه بخورید. به فرشتتون نامه بنویسید، به حالت زوزنقه‌ای قرار بگیرید و به نافتون فکر کنید. روتین موفق باید خیلی خیلی ساده تر از این حرفا باشه و در ضمن اجراش به شما حس پیروزی در طول روز بده. وابسته به این نباشه که شما روزتون رو چه ساعتی شروع میکنید، چون واقعیت اینه که بعضیا زود شروع نمیکنن ولی بالاخره شروع میکنن. روتین نباید سلیقه‌ای باشه. مثلا تیپ خاصی از افراد اصرار دارن که شما باید تختتون رو جمع کنید، ولی ما نوابغی رو دیدیم که یه بارم در طول عمرشون این کارو نکردن. روتین پیشنهادی ما همزمان ساده و سخته. اولین کاری که بعد از بیدار شدن حتماً باید بکنید، کاریه که نباید بکنید. دستتون رو سمت گوشی و تبلت نبرید. اگر میخواید ببینید ساعت چنده، از اون ساعتهای قدیمی استفاده کنید یا از بغل دستیتون بپرسید. حداقل تا نیم ساعت چشمتون به موبایل نیفته. هدف اینه که همون نوتیفیکیشن صفحه اول رو هم نبینید. نگفتیم وایفای رو قطع کنید و برید دور از تمدن زندگی کنید. فقط نیم ساعت اول هر روز رو با اخبار و برنامه‌ها و افکار دیگران شروع نکنید. در طول شب معجزه خواب خیلی مشکلات رو حل کرده. گره‌های کور رو باز کرده. به قول شکسپیر روح چروک شما رو صاف و صوف کرده. اگر روزتون رو با خبر یا کامنت یا نوتیفیکیشن‌های بی ربط شروع کنید، حالتون زیاد بهتر از کسی نیست که بیدار میشه و ناشتای نخ سیگار می‌کشه. یا یه شات عرق میخوره. طوری نمیشه اگه فقط تا نیم ساعت خبرهای خوب این دنیا رو نشنوید. قدم دوم. بعد از بیدار شدن به سرعت از جاتون بلند شید و برید مسواک بزنید. این کار رو به صورت نمادین و با آداب و رسوم انجام بدید. باکتری ها در طول شب برای کودتا در دهان شما برنامه ریزی و عضوگیری کردن. اجازه ندید موفق بشن. این کار فواید بهداشتی زیادی داره. مثلا دیگه با صبحانه این باکتریا به معده منتقل نمیشن. ولی هدف اصلی اینه که از خودتون خوشتون بیاد. به خودتون افتخار کنید و یه پیروزی کوچیک در ابتدای روز ثبت کنید. نفرت از خود و حس شکست در دنیای انسان‌ها بیش از اونچه که فکر می‌کنید شایعه. اما برخلاف تصور، آدم بزرگا هم مثل بچه‌ها با یه پاداش کوچیک روحیه می‌گیرن و می‌افتن رو دور موفقیت. قدم سوم، یک لیوان آب بخورید. در طول شب بدن به شدت آب از دست میده و این عامل خواب‌آلودگی، حواس‌پرتی، خستگی، سردرد یا حس افسردگی قبل از ظهر میشه. اما خیلی از افراد نمیتونن بین این حالت‌ها و کم آبی بدن ارتباط برقرار کنن. بهتر این آب یخ نباشه و جرعه جرعه خورده بشه. این روتین سگانه ساده برای پیریزی یک روز امیدوار کننده واقعاً کار میکنه. در ادامه شاید دلتون بخواد ورزش کنید، موسیقی گوش کنید، مراقبه کنید یا صبحانه سالمی بخورید. همه این عادتهای خوبی هن که اون دور موفقیت و حس خوب رو ادامه میدن و تقویت میکنن. اما زیربنای کار رو فقط همین سه تا قرار بدید. نیم ساعت اول بعد از بیدار شدن دست به گوشی نزنید، به سرعت بلند شید و مسواک کنید، یک لیوان آب بخورید.